جمهوریت چې کس او ناکس معلوم نه دی نه د دې اسلام قائل نه دی. اسلام کې وا خلافت په مشوره ای مشوره کا بسو کې ټول خلق نه اهل حل والعقد خیاران کم از کم چې دا دو شرطونه په مشوره کې یو دس خلق د شورای چاغا وطن فرسی او یو دس خلق په شورا کې چاغا اسلام پسندی چې اسلام پسند نه دی په عمل کې څوک روسی نظام راول او څوک چینی راول او څوک امریکی نه غواړو روسی نظام نه غواړو چینی نظام موږ مسلمانان یو ځکه غواړو اسلامی نظام غواړو اسلامی نظام نو دا چې ته اسلام پسند نه نه هغه به د نور ملکونو نظمونه راولي او چې وطن پسند نه نه هغه به ملک په خلکو خرج کړي هغه څه کوي جزیرې به پې ځان لالي هغه ستا په خدمت څه کوي نو دا خبرې کم از کم د مل چې کوم دا سیاست دانان ورته وایي یو اسلام پسند او بل وطن پسند چې دا دوه خبرې خو پکې نو بیا به ملک هم په چا نه خرڅوي او د اسلام خدمت بم کوي او د ملک د سرحداتو تحفظ بم کوي. نو دا چې کس او ناکس معلوم نه نو دا اسلام کې نه وي. دیو جنا قاضی شمس الدین رحمه الله المتین د صدر ضیاء الحق صاحب په زمانه کې په فارسی کې هغه اشعار لیکلي وو او صدر ته لیکلي وو چې ما دروغاړه او د ملک جان په مخ کې وځه کینم چې دا موجوده انتخابات دا د اسلام نه خلاف دي که زه پړ کړم نو چې څه سزا مال عدالت را کوي زور ته تیارې ما او کنه ما پړ کړم نو بیا به په دې ملک اسلامي نظامي شرعي نظام وای او دا د انګریزانو جمهوریت بنئ اوږدا شعر یو شعر پکې داو از ضیاء الحق حق یطلب ذی انتخابها ولا یجتنب من د صدر ضیاء الحق نه دا مطالبه کوم چې د انګریزانو د وټونو نه ځان وساته. از ضیاء الحق حق یطلب ذی انتخابها ولا یجتنب په چا کوله وساده. او هغه نورم په دې باندې اشعار لیکلي او بله قصیده ده ما خپل کتاب اسلام عورت کا مقام پای کې دا قصیده را نقل کړي وقت رحل سر ور امام مصطفی گفت انصاری کا میرا ید زما یک امیر دے گریا جملہ سوا حبزا گفتن دہازا حبزا گفت فارقی بسیدی قیافتا نیز شرقی نیز غربی خوش بیتاب دست بکشاف دست ما بگیر افضل الاما عبود نعم الامیر بعد آزا نوبت بفارقی رسید انتخاب ملحدانا کس ندید وقت رحلتان امیر المومنین این امانتین خلافت در زمین مشور درش صحابہ واگزاش نخبہ ان شش کی زین شش رواس او بیا اگده قصیده پارسی که لیکلی چه ده خلافه و راشدین و پدار که خلافت پا دس جمهوریت نورا غلی نبی علیه صلاة و السلام چه کلا وفات شو نو انصار روی علی چه پیغمبر زمان شریک پیغمبرو من پی طول و طول و اسب دوام ایران مقررو یو امیر با ده مهاجرینو نی او بل امیر با ده انصارو نی پس سقیفه د بنو سعیده که را جمع شیو او ابو بکر و عمر و لورالا او ابو بکر و تحادیث بیان که چه رونو منگا مهاجر و تاس و انصار رونه هون خو ما پا دیگو گده نبی علیه سلام ندا حدیث آوره دلی ده چه علا ایمتو من قریش خلیفه با ده قریشی خاندانی تاس و انصار بنا خفا که گئی ندا ابو بکر مقصد دا چه عمر یا ابو عبید ابن جراح با خلیفه کو عمر سے پیش چه دا بوش کو پا مارات تای فارن ور پاسی دا او ابو بکر سے بیعاتو که انصارم بیعاتو که یا صحابی و نکو نو سوال بے مجید نبوی کی باقی و وکو بس دا غباندی علی حل والا قدر جمع شو عمر رضی اللہ عنہ چه دا مغیرہ غلام ابو لولف نزوا او دو دره و رسی جانده وینی او زوی باتی بیدی نو ابن عمر ورلو البابا دا خلافت بس حالی اغا شخصی حکومت نده چی ابن عمر پلزی خلیفه کی اغا ویلی چی شپک صحابه کرام دا عشره مبشره و نموجود دی نو ما دا غو تشورا پر خودا دا نور جمهوریت نو شپکم پاک عثمان علی طلحه زبیر او سعد ابن ابی وقاص
او دارنگی عبد الرحمن ابن عوف دا شپاک صحابه موجود دی بس دوی با مشوراو کی و یاو با خلیفه وطا کی سون اقبالی شوره پر خودا نو چاگا کل سفر دی خاک شو شپاک وانا راغون شو طلحه ویلز پکنیم زبیر ازم پکنیم وزفاری امیدواری دلس امیشتو آره افلانه امیدوار افلانه حیران بشی تو دی فعضا بخت شوی آقا ویزا پکنیم عبد الرحمن ابن عوف ویزا پکنیم سعد ابن ابی وقاص ویزا پکنیم سعید ابن زید ویزا پکنیم دو پاتش عثمان علی رضی اللہ عنہما نو دی دوار غلی شو سیو نویل نو عبد الرحمن ابن عوف ویلی خوکم نده چه مال واترا کئی پا دی دوار که بدل یو خلیفہ کم نو آقا چیف جستس مقرار شو عبد الرحمن ابن عوف ماغا دیرش پیرون اکرلی که دلیل عمراء و اجناد و سپسالاران و سا دا مهاجرین و سرا دا انصار و سرا به جرگه کولی دا عثمان سیب سبه مشوره کولا دا علی سیب سبه کولا عثمان سیب طبیل کزا علی خلیفه کما دا تخو بخفانی اغویل نا علی سیب طبیل کزا عثمان خلیفه کما نو مسجد نبوی دی دادی سملی حال دی نو نخرچی غینه کولیل کدا و سیچی پی کئی او صحابه طول پا انتظار دی چه مونگل باس خلیفه تاکلی کی گی نو دارال عبد الرحمن ابن عوف او ویلی چه ما دیری مشوره وکڑی نو زمان در دیر خلق رای در عثمان پا طرف دا او زمان رای دا عثمان صاحب لیلہ سور کو چه زدر سبیات تا اللہ پا کتاب دا محمد رسول اللہ پا سنت او دا ابو بکر و دا عمر پا سیرت کن تا تا خلافت قبول دیویل آو ندیم سر علی ور پاسی دا وزه هم تاس دا اللہ پا کتاب او دا پیغمبر پا سنت او دا ابو بکر و دا عمر پا سیرت بیعت کن تا تا قبول دیویل آو وصوی دا یو حزب اختلاف دیو بل حزب اطلاق دیو مناظرہ جوڑی پا سبلی که قوم لار تبا و بربرش نچاہتا سری ذکر رسی گی نچاہتا بجلی رسی گی وصوی حزب اختلاف دیو حزب اطلاق دا چر دن حزب اختلاف بینشتی دا خود بغاوت تی چو سڑے دی وٹا کچی دا صدر دی دا وزیر اعظم دی بے با اختلاف پا کرسی نکی دی بے بسو می مانالا علی سے پا حزب اختلاف کی خود دیم دیات و بس ما تا قبول دی بے حزب اختلاف نو او بے لیلی صحابہ کرام رالو بیاتی وکا عثمان سے خلیفہ شو دا غد شہادت نبات بے علی سے خلیفہ شو نو دا دا خلافت طریقہ دا او فرمائی اگا آخر کلی کی قائص ہے با چه ترک کردن نقل اصحاب رسول اسوئی نصرانیان کردن قبول وی دا پیغمبر دا صحابہ طریقے پر خودا او خلق لگیا دی طول دنیا دا پیرنگیانو پر طریقہ دا او بس دا نومی والی واجبائی خیده دا خلافت دا درم خبر ماو دو خبر ماو کلی او درم خبر دا موجود انتخابات دا دا صحابہ دور کینو سالورم خبره ده مشوره پیدا صدا چه کل امیر ده مرگرو نمیشوره علی عبدالله ابن مسعود پا نقل حدیث ده چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پرمائلی المستشار و مؤتمنون چانه چه مشوره واغو اختلیشینو ده غده ده ماندار ده ده بسعی مشوره ورکی غلط ونه ورکی ده مشوره پا مصبت پهلو پا منپی پهلو باندی بغا ورکی او حسن بسری تابعی علیم ده اغا پرمایی ما تشاور قوم قطو مشوره قوم از کلا نده کری الا حدول ارشد امریهم چه کم خخ خبر ناغی طرف تور تا اللہ هدایت کئی دا سلور خبری دا مشوری شوی ما تاستا مخی لوز کرده و اللہ پورا کن و شاویر هم مشورا و سکوان فکارو بار که کل چه دکلا که اراده اکلا نزان و سپارا پا اللہ یقینن اللہ من ساتی دتاول کل کون کسا که امداد کستاس اللہ نه نی ضرور تاسلا کرا سوام کی نسوک دیوکا چه امداد باو کستاس من بعده پس در ساکول دا اللہ تاسلا پا اللہ دزان و سپاری ایمان دارو دیم ادب داده دیم شد دا امیر چاگا با خیانتگر نئی دا بدر غزاوشو مال غنیمت رالو یو سر سادر پا کیو رکشویو پتہ نلگی دا غنیمت کی راغلیو نو نو بازی منافقانویل چی دا با پیغمبر زان لاخیستی دا ترمیزی روایت تی دارنگی دا ابو داود روایت تی
او خازین او قاسمی لیکلی نو اللہ جواب راولے گا چکا دا اغلا پیغمبر کئی نو پسلور طریقوی جواب یو وما کان لنبینا یغل ومن یغل لیات بما غل یوم القیامہ دین جواب افمانی تباری زوان اللہ سوچ تابیوی در ازاد اللہ نو پچی پیغمبر دے افشان دا غچا دے چی اختشوی پخسی دا اللہ درم جواب هم درجات خلق د درجو ولدی دا الله په دربار کې د نبی خوده راوچته درجه ای سلورن جواب لقد من الله علی المؤمنین د نبی راتل رحمتی نه چغلا کوي به خو رحمت نشو نو په سلور طریقو جواب وما کان لنبی ندی مناسب دی او نبی د فارا ای غلا چاغه غلول کی غلاو کی غلول اصل پا مال غنیمت کی خیانت کولو تاوی نو دا دا نوی دا شان مناسب ندی زکا معریف وی کیون که انبیاء هر گناہ سے معصوم ہوتی ہے دا هر گناہ نا پاکی خبیر وی چی نبوت و خیانت نجمع کی گی ماجدی و بحر المحیط و جواہر وی چی غلول گناہ دا و نبی دا گناہ نا پاکی نو دا پیغمبر غلا نہ کئی سراج المنیر وئی چی نبوت منافی دے دے خیانت سا ومن یغلل چا چی غلا وکلا خیانت وکا نو راتلب وکیو کی پاغا چی دے غلا کری پورز دے قیامات اوے با پورا پورا ورکرشی ہر نفستا بدل دا عمل چی دی کری و دیس رب ظلم نشکے دے احادیث کی دے تفصیل دے چی چا غلا کری خیانت کړی نو د قیامت پر چې کله راشي نو غشه به ورته پوګوي کوي کوخه پټکړې نوخ به ور پشا کړی کوخ سانډه پټکړې نو سانډه به ور پشا کړی کبه زه ولا غلا کړی نو بزه به ور پشا کړی او مې به کوي اچھا توپه پټکړې او زاویہ کې پټکړې او راکټې پټکړې هغه به ورته کومندان له پوګای کی نو د زره زره حساب بکیږي دارن سرکاری خزانه دا که با غلول نکه دا مدرسه پند ده نو محتمیم و نازیم با پکی خیانت نکه یا تنظیم ده دا غی پند ده نو آقا با پکی خیانت نکه دا زره زره حساب ده قیامت که او یا چه دا غا دوکه کری نو جنده به کناتی سناله یو خلق به پیجنی و حدیثو که رازی نو امی اغلول چا چغلا اکلا خیانت وکا راتل با اوکی پاغا چه دغلا کری خیانت کری پورز د قیامات بیا با پورا پورا ورکره شهر یا نفستا بدل دا غا عمل چه ده نفس کرده و هم لا یظلمون او دا دی سبا ظلم نشی که ده شاینات اللہ شاس بخاری رحمه اللہ او ظلمن تا هدایت بیانول مدرسو علاوتا چه خیر ده که وظیفه و تنخالی مجبوری ده نو پده که گنجایش تا متاخرین او نو دروانه امامان قائل دی اگر که امام ابو حنیفه قائل نده او چه سو نستاس و گنجایش پی کیگی خو محتممان و مدارسین و ده وظیفه مقررین علاوه که یو پاییم پتکلا و من یغلل یات بما غل یوم القیامه زنی محتممان تی کانی ناری میاشت الادو مدرسی نی شوی کالی نی او بیپ موٹرو کی گرزی حلک ادا موٹر از کجا آمادا یو خواهی زان لتجارت کئی سوداگری کئی نو دینا معلوم شو چی دا خو دا پا من قبائلو چی امتحان رالو و مدرسی چورانی شی چشاری شوی دا دی دیر اسباب دی و یو سبب پا که دا محتممانو غلطیم و او دا عوامنا شکریم و نو نورم گان اسباب دی او دا چا دا پارا و ٹک دے لیرہ پی درجاتی چی چا غلا نی کری و دیر محتمان دی اللہ ما شا اللہ نو چاغتی کانی ناڑی دیر اگران خبر دا پیسو تا ٹنگی دل و من یغلول چا چی غلا اکلا راتلو او کی پاغا چی دغلا کری پورز دا قیامات بیا پورا پورا باور کشان نفستا بدل دا عمل چی دی کری و دی با ظلم نشکی دے دیم جواب اغا سو چی تابی شوی در رزاگانو دا اللہ چی نبی دے پشان دا اغا چا چی اخت شوی پغسی دا اللہ چی اغا غل دے او ٹکانا دی دا جہنم و بیس المسیر او بزی دا و پسی دے دا در موجہم درجا دی درجو والا دی
هم مبتدا د درجات په حذف د مضاف ته زو درجات نو د پیغمبر خو ډیره لویه درجه یې هغه غلا نه کوي الله بنا په هغه عملونو چې دی کوي. سلورم جواب پیغمبر خو نعمت دی د الله نو غلې څنګه وکړه؟ یقینا احسان کړی دی الله په ایماندارو چې رالیږلې په دې کې رسول د جنس د دینه. نو پنجاب والاو نه تپوس وکړه نور والا مین پوسیم یا څه معنا ده د پیغمبر ډیوټي دا مخکې سورہ بقره کې تیره شوې وه لولي.